درود خدمت شما بینندگان عزیز وقتتون بخیر پیامی رو که در دلم هست میخواستم با شما عزیزان در میون بذارم چند وقت پیش وقتی صبح از خواب بیدار شدم نمیدونم چه خوابی میدیدم یا چی بوده در هین شب ولی با فکر مدن طلا از خواب بیدار شدم و این مسئله تمام روز فکرم و مشغول کرد و باعث شد که بشینم و بنویسم همطور که گفتم اینو میخوام با شما عزیزان در میون بذارم طلا اول به شکل یک سنگه سنگی هستش که ناخالصیه تو این فیلم های کابایی میبینید در چیز که تو رودخونه پیدا میکنن حالا یا به شکل شنه یا به شکل سنگه در هر حال اونی نیست که منو شما به گردنمون آویزون می کنیم در ابتدا. در حال سنگیه که ناخالصی بسیار داره. بعد از استخراج این سنگ ها را از مراحل مختلف تصویه یا به عبارتی شستشو، شستشوهای مرحله ای که در نتیجه این مراحل از اون سنگ یک فلزی بسیار با ارزش بیرون میارن که این فلز نه زنگ میزنه نمیپوسه و میدونیم که حتی مقاومت این فلز تا حدی هستش که در لباسهای فضایی یا بخوان برای سفینه ها اینا در قسمت هایی از این فلز استفاده میکنن چون که مقاومتش بسیار بالاست نه زنگ میزنه نه میپوسه تمامیت طلا با ارزشه و گرانبهاست و گران قیمته و حتی زرگرها وقتی که از زرگری میخوان برن خونه دستاشونو در یک محلولی شستشو میدن و به مرور اون گرد طلا که روی دستاشون هست مثل یک رسوبی، مثل یه لعابی یه لایهی روی اون سطح آب رو میپوشونه که حتی از همونم برای اصطلاحی هست در زرگری میگن آب طلاکاری آب تلا با آب طلا میپوشونن اینو اینا گرد طلا هستن که به مرور جمع شده و زرگر میدونه چطوری ازش استفاده بکنه همه گردهایی که در طول سالها به من و شما چسبیده میخوام قوه تخیلتون رو ببرم به این که در درون هر کدوم از ما خدا گنجینه ای گذاشته که گناه یک عالمه ناخالصی به اون چسبونده گرد زیادی چسبونده که اینها احتیاج به این دارن که سیغل بخورن احتیاج به این دارن که جلا داده بشن احتیاج به این دارن که از مراحل مختلف شستشو عبور بکنن از مراحل تصویه عبور بکنن گناه بشر همه این ناخالصی ها رو به این گنجینه عظیم چسبونده خدا ما رو شبیه خودش آفریده ما رو کامل و راست آفریده در کتاب جامعه میگه و خدا آدمی را راست آفرید اما دلهای ایشان مخترعات بسیار طلبید در وجود هر کدوم از ما اون راستی اون کاملیت گذاشته شده کاشته شده وقتی که زندگی خودمون رو به خدا میسپاریم روح القدس این ناخالصی ها رو به کمک قدرت پاک کنندگی خون مسیح از مراحل مختلف شستشوهای متعدد عبور میده تا هرچه ناخالصی در ما هست از ما پاک بشه و از ما شخصیتی بینظیر پاک درخشان و مسیحگونه بسازه که ماندنیه و نماینده درستی از شخصیت او در این دنیا میتونیم باشیم و برای او بدرخشیم. ما رو نماینده درستی از شخصیت او میسازه. در طول این سالها با این سنی که دارم بارها شاهد بودم که افراد زیادی چطور از چه زمینه هایی از زندگیشون اینها از زندگی تاریک آزاد شدن و در طول این سالها چطور این مراحل تصویه این مراحل شستشو در زندگیشون کار کرده و اون طلای ناب، اون گنجینه اصلی از وجود این عزیزان روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر نمایان شده. در من و شما خدا گنجینه گذاشته. در من و شما خدا سنگ با قیمتی گذاشته. جوهر جواهری با قیمت گذاشته که در طول این سالها ما اجازه دادیم ناخالصی ها روش بشینه. چقدر در این طول زندگی احتیاج داریم هر روزه این کار تصویه این کار شستشوی، هر روزه در ما انجام بگیره که نماینده درستی از شخصیت عیسی در زندگیمون باشیم قسمتی رو از مزمور 19 آیات 7 تا 11 رو براتون میخونم که مربوط میشه به این ای که خودم داشتم در مزمور نوزده اینطور میخونیم میگه شریعت خداوند کامل است و جان را برمیگرداند شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم میگرداند فرایز خداوند راست است و دل را شاد میسازد امر خداوند پاک است و چشم را روشن میکند ترس خداوند تاهر است و ثابت تا ابدال آباد. احکام خداوند حق و تمام عدل است از طلا مرغوبتر و از ذر خالص بسیار گرانبهاتر از شهد شیرینتر و از قطرات شان اصل شیرینتر بنده تو نیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها ثواب عظیمی است روح خداوند در این پاکسازی آماده هست که در این آیاتی رو که خوندم ما رو در مراحل زندگی پاک بکنه پاکسازی بشیم کمک و راهنمایی بشیم پسرمون برای کلیسا جاز میزنه روی جازش یه نوشته جالبی رو چسبونده. به انگلیسی میگه God recycles. یعنی خدا بازسازی میکنه. هر بار که میشینم در جلسه ای که ایشون می جاز میزنن این نوشته مرتب با قلبم حرف میزنه که کار خدا احیا و بازسازیه همونطور که گفتم در طول این سالها خیلی ها رو دیدم که از چه اعتیادهای سختی آزاد شدن از چه روابط خانوادگی سخت و پیچیده ای آزاد شدن از چه عادتهای بد و زشت آزاد شدن آزادی رو به تمامیت تجربه کردن واقعا این تصویری که از معدن طلا خدا برام نشون داد من اینو میتونم بگم که در زندگی خودم متوجه شدم که این گنجینه‌ای که در وجود هر کدوم از ما هست با حضور روح القدس بعد از اینکه نجات پیدا می کنیم روح خدا در ما ساکن میشه در ما زندگی میکنه چه کار عظیم پاکسازی در ما انجام میده هر کدوم از ما گنجینه ها هستیم و برای خدا اونقدر ارزش داریم که به خودش زحمت این رو میده حتی موهایی که قرار بریزه موهایی که در سنین بالا اندازش همون قدری نیست که در سنین جوانی هست حتی اگر به خودش اینو زحمت میده بشمره یا در جایی میگه که شما رو مثل مردمک چشم خود عزیز میدارم خدایی که ما رو انقدر عزیز میداره میدونه چه گنجی در وجود ما گذاشته خودش میدونه ما رو چطور آفریده او سانه ما هست او با دست خودش ما رو خلق کرده ما مخلوق او هستیم ما انسان ها موجودات ابتکاری هستیم هرچی رو بسازیم میدونیم چجوری ساختیم به همون نسبت خدا همینطوره میدونه چطوری ما رو ساخته و تمام تلاشش اینه که اون گنجینه عظیم رو که خودش گذاشته ما هم به وجود این گنجینه در وجود خودمون پی ببریم و باهاش همکاری بکنیم در این مراحل مختلف زندگی برای تصویه برای شستشو و پاکسازی اجازه بدیم کار شستشوی روح القدس هر روزه در زندگی ما فعال باشه خدا برکتتون بده و خدا نگهدارتون